درود به همه شما خوبان، همراهان همیشگی پرژن اوارتس. من نسیم هستم از هلند و امروز به همراه مهمان عزیزی که داریم در خدمت شما دوستان هستیم، جناب حمید رحیمی بافرانی. جناب رحیمی سلام میکنم خدمتتون، خیلی به برنامه پرژن اوارتس خوش اومدین و یک سلام و علیکی داشته باشین با بینندگان ما تا به ادامه برنامه بریم. سلام، انشالله که سلامت باشین. خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم و امیدوارم که ساعت خوبی رو با هم داشته باشیم. مرسی، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و ما رو همراهی میکنین. خب ما اول میریم سراغ فعالیت‌های شما، در واقع قبل از فعالیت‌های حرفه‌ای، قبل از فعالیت‌هایی که شروع کردین، از دوران کودکی خودتون، از اینکه چی شد که وارد دنیای هنر شدین و اینکه در خانواده هنرمندی به دنیا اومدین، برای ما لطفاً یک کمی مرور کنیم از دوران کودکیتون. بله، خیلی متشکرم. قطعاً دوران کودکی من از هنر خیلی خبری نبوده، به این خاطر که واقعاً اصلا توی مودش شاید نبودم. و نکته مهم اینه که چیزی که به یادم میاد، در واقع بیشتر تکالیف هنری من مادرم انجام میداد و حتی کاردستی هایی که اون زمان به هر حال توی مدرسه قرار بود که درست بکنم. ولی واقعیتش اینه که همیشه علاقمند بودم و از همون زمان خاطرم هستش که خیلی علاقمند بودم به نقاشی و خیلی حتی توی دوران مدرسه و دبیرستان بچه‌ها اگه چیزی تقاضا می‌کردن، حتی خب خیلی مسلح بود کشیدن اسکناس یا چیزایی که در اطرافم هست و من این کارو میکردم. متاسفانه هیچی ازشون ندارم، ولی یادمه که خیلی از دوستان تعریف میکردن که چقدر با در واقع تیزبینی اون نکات ریزی رو که تو روی این اسکناس ها هست حتی شما میکشید و این شاید زمینه ای بود برای اینکه من تشویق بشم به در واقع ورود به دنیای هنر. یعنی در واقع از دوران مدرسه شروع کردیم به نقاشی کردن و اینکه وارد هنرستان شدین یا اینکه نه رشته دیگه رو خوندین و بعد دوباره وارد دنیای هنر شدین؟ بله، عرض میکنم. ببین، جرقه در واقع زمینهای هنری یادم میاد که سال سوم راهنمایی بودم، یک معلم هنری اومد توی مدرسه و ایشون کاملا به پرسپکتیو، علم پرسپکتیو آشنایی داشت و یادم میاد که یه ماشین پیکان کشید اون زمان، خیلی زیاد بود و من خیلی علاقمند شدم. ولی زمینه کاری، شروع کار من در واقع از زمانی شروع شد که بنا به توصیه پدر مرحومم که علاقمند بود من معلم بشم، علیرغم اینکه خودم اصلا دوست نداشتم، علاقمند نبودم، ولی وارد در واقع تربیت معلم هنر شدم. آزمون دادم، قبول شدم با فردوس و تقریبا 2 سال تربیت معلم هنر رو گذروندم. انقدر علاقمند شدم به این قضیه که یادم میاد دوره های مختلف هنری رو به صورت آزاد، اون زمان من حتی مثلا دوره نگارگری رو گذروندم، دوره کامل سینمای جوان ایران رو گذروندم و اساتید خیلی به نام و خوبی داشتم اون زمان، ولی نهایتا خب منجر به این شد که من معلم هنر بشم و همزمان دانشگاه ثبت نام کردم، دانشگاه هنر قبول شدم و رشته گرافیک انتخاب کردم. این پایه‌ای بود برای اینکه وارد در واقع جامعه هنری بشم، غیر از اون بخش حرفه‌ای که به عنوان معلم هنر در واقع وارد مدارس شدم. درسته، شما گرافیست، عکاس، طراح و مجسمه ساز هستین، یعنی در واقع از گرافیک شروع شده و به مجسمه سازی رسیده و فکر میکنم که این روزها خیلی بیشتر فعالیتاتون در زمینه مجسمه سازی و فعالیت‌های در واقع مجسمه و نمایشگاه‌های در این ارتباطه و اینکه و البته سالها فعالیت شما همونجور که اشاره کردین مدرس رسمی دانشگاه هنر تهران هم هستین و هنوز هم مشغول هستین به تدریس. ببینید، اولا در پاسخ به ابتدای صحبت‌های شما بگم که پروسه وارد شدن به دنیای حرفه هنر برای من شاید میتونم بگم که نه 10 سال 20 سال، چون به هر حال وارد جو دانشگاهی شدم و به عنوان یک معلم شروع کردم به فعالیت و نکته مهمی در این بخش حائز اهمیت که باید بگم همه معلمین اینو بهش واقف هستن، وقتی وارد حرفه در واقع معلمی میشی و شروع میکنی به تدریس کردن،
تقریبا میتونم بگم از آتلیه خودت، از اون فعالیت‌های حرفه‌ای خودت یه مقدار فاصله می‌گیری. معمولا اینطوریه، به خاطر اینکه من یادم میاد چون رسمی دانشگاه بودم تمام وقتمو بابت در واقع تدریس میذاشتم و علاقمند بودم به بچه‌ها. ببینید عالم در واقع تدریس نه اینکه بگم منفعل میکنه، ولی باعث میشه که شما در ژانرهای مختلف بتونی خودت رو در واقع در اون قالب تعریف بکنی، به خاطر اینکه بچه‌ها متفاوت هستن، دیدگاه‌های بچه‌ها، نظراتشون، نوع کار هنری که انجام میدن. و من شخصا عرض میکنم که تو طول این دوران سعی کردم که به عنوان یه مشاور کنار بچه‌ها باشم، نه یه معلمی که دستور میده، تمرین میده و میگه حتما باید این چیزی که من میگم انجام بدن. به این شکل کلاس‌های من کاملا آزاد برگزار شد و سعی کردم که هر کسی رو تو اون راهی و اون میزان علاقه‌ای که داره تو زمینه هنریش راهنمایی بکنم و به مقصد برسونم، که الحمدلله تا اینجا موفق بودم. خودم شخصا وقتی برمیگردم کارنامه خودم رو نگاه میکنم خیلی راضی هستم. من جمله بچه‌هایی که شاگردای من بودم هنوزم با هم در تماس هستیم و شاید این روش تدریس من باعث شده که ارتباطامون حفظ بشه و این بچه‌ها هر بار اگر خدای نکرده مشکلی چیزی براشون پیش میاد با هم دیگه بتونیم به تعاملی داشته باشیم. ولی سوایی بر این قضیه، خب یه دوره میشه دیگه معلمی خسته کننده میشه، یعنی انقدر توی یه کاری فعالیت میکنی و احساس میکنی که خودت پس چی، میدونید این بخشش خیلی مهمه. من تقریبا میتونم بگم حدود 10-15 سال پیش به این فکر افتادم، چون من دفتر تبلیغاتی اصلا داشتم قبل از اینکه وارد فضای دانشگاهی بشم، حرفه‌ای کار میکردم سالها و سعی کردم که در واقع وقتی وارد دانشگاه شدم مجبور شدم که اون شرکت تبلیغاتی رو که جزء شرکت‌های نمبر 1 تهرانم بود تعطیل بکنم، به این دلیل که واقعا احساس تعهد به بچه‌ها می‌کردم. ولی نهایتاً با توصیه دوستان، اطرافیان، خانواده اومدم به سمت این که یه تعدادی کارهای هنری هم انجام بدم، سوایی بر این که توی دانشگاه به هر حال درس حجم‌سازی رو سالها من اصلا کارگاهش رو انداختم و در واقع مؤسسش بودم در دانشگاه شریعتی، همینطور سعی کردم که برای خودم شروع کنم کار کردم. گرافیک شما خیلی قشنگ گفتید، دیدگاه های یک هنرمند و آلمان که خودم هنرمند نمیدونم، ولی یه هنرمند میتونه بهش خط بده، میتونه یه ریاضیات و یه هندسه بهش بده. من سعی کردم از اونجا ایده بگیرم و شروع کنم به خوب دیدن. خیلی خوب دیدم اطرافم، حالا این خوب دیدنه منجر به این شد که از ویزور دوربین ببینم، در واقع بیام و کادر دوربین رو برای خودم انتخاب کنم و شروع کنم عکاسی کردن. طول سالهایی که به صورت استاد پروازی در شهرهای مختلف به خصوص یزد تدریس میکردم یا کاشان، شروع کردم به عکاسی کردن از اماکن تاریخی و این شد این ژانر در واقع عکاسی معماری شد یکی از دستمایه های کاری من. و خیلی مفتخر هستم که اینو عرض کنم که زمانی که در واقع این کار شروع کردم آتلیه شخصی هم داشتم، شروع کردم در واقع به کار کردن، همزمان شد با اقامت من توی سیته پاریس به مدت دو ماه. زمینه در واقع فرانسه هم مربوط به همین بخش میشه، درسته؟ بله. این زمینه عکاسی زاویه دید من از طریق این ویزور، این کادری که انتخاب میکردم و زمینه در واقع معماری باعث شد توی پاریس هم شروع کنم با این سیستم در واقع عکاسی کردن. هنوز این دیدگاه با من بود و نهایتاً جرقه‌ای که زد، همیشه به دانشجوها میگم هنر مسئله نیست بخوایم حلش بکنیم، هنر یه اتفاقه. توی آتلیه شخصی خودم در واقع عکسایی که مرور میکردم کنارش عکسای ایران به ذهنم میرسید و دونه دونه اینا تجدید خاطره میشد. یه لحظه با خودم این جرقه زد، با خودم گفتم که اینا که خیلی شبیه همن، یعنی حتی پرسپکتیوی که من در معماری توی ویزور دوربینم در واقع از اون زاویه نگاه میکردم، یا مثلا عناصر معماری که اونجا وجود داشت مثل انواع ستون، طاقی ها، انواع تزئینات معماری، اینا کمک کرد که من این دوتا عکس رو کنار هم بذارم و حاصلش پروژه‌ای شد به اسم پارسن پاریسیان، نگاه تیزبین ایرانی، و منجر به یه نمایشگاه شد و این خیلی اتفاق خوبی بود. من حالا راجع به این
مفصل باهاتون صحبت میکنم این بخشش، ولی نکته‌ای که وجود داره پله ها رو درست رفتم احساس میکنم، به خاطر اینکه ابتدا وارد دانشگاه شدم، شروع کردم تدریس کردن خیلی و البته ارشد نقاشی رو هم جا انداختیم. بله دقیقا، ولی واقعیت اینه که این دو سویه است، معلم زمانی تدریسش موفقه، زمانی خودش موفقه که بتونه در واقع از دانشجو هم چیزی رو یاد بگیره، از اون هنرآموزش چیزی یاد بگیره، و این اتفاق افتاد و نهایتا منجر به اون خوب دیدنه شد که از زاویه دوربین شروع کنم به عکاسی کردن و منجر به نمایشگاه شد، چند تا نمایشگاه. ولی زمینه مجسمه سازی من در واقع پایش از زمانی شروع شد که سال 64 من شاگرد خب حالا اینجا رو یه کوچولو صبر کنیم جناب رئیس. و البته شما اشاره کردین به سالهای تدریس و معلمی و دورانی که این فعالیت خب خیلی زیاد انجام دادیم، و البته معلم نمونه کشوری از سوی وزارت آموزش پرورش که خب اینو شما اشاره نکردین ولی من گفتم که حتما باید بهش اشاره ای بشه. و اینکه چه سالی این اتفاق افتاد، چه سالی معلم نمونه شدین؟ من سال 1383 معلم نمونه کشوری شدم و در واقع معلم تجسمی کشور شدم و از رئیس جمهور وقت اون زمان نشان ویژه گرفتم. درسته. و در واقع بعد از اون بود که فعالیت پاریس اتفاق افتاد، درسته؟ بله. بعد از اون بود، به این دلیل که واقعیت زمینه ای شد یا میتونم بگم انگیزه ای شد برای اینکه بیام و شروع کنم فعالیت های هنری مختص خودم رو یه مقدار گسترش بدم. درسته. تو چند تا دانشگاه تدریس میکردیم جناب رحیمی؟ من تقریبا میتونم بگم بیشتر دانشگاه رو تدریس کردم، یعنی در واقع زمانی که وارد دانشگاه شدم دانشگاه شریعتی در واقع از من تقاضا کردن وارد شدم و رشته گرافیک رو اندازی کردم، اساتید به نامی که هنوزم دارن تدریس میکنن اونجا. و مدیر گروه گرافیک بودیم مدتی اونجا. بله سلامت بشیم. و نهایتا دانشگاه سوره تدریس کردم، دانشگاه الزهرا تدریس کردم سالها، دانشگاه علم صنعت در رشته طراحی صنعتی تدریس کردم، در حال حاضرم دانشگاه یزد به صورت پروازی سالها تدریس کردم و در حال حاضرم هنرهای زیبا تدریس میکنم. درسته. من یه نکته این وقتی که شما توضیح میدادین اینجا به ذهنم رسید، گفتم که خب تدریس فکر میکنم خیلی مسیر جالبیه برای اینکه هر لحظه اون شخصی که داره درس میده و مدرسه به رشد خودش کمک میکنه. شما یه اشاره کردین، گفتین که یه جایی یه نگاهی کردم که خب خودم چی در واقع، یعنی به فعالیت خودم نگاه بکنم، ولی من فکر میکنم خیلی تاثیر بسزایی باید داشته باشه تدریس کردن، چون انگار اون مدرس همیشه به روز، همیشه اطلاعات جدید داره با بچه‌ها وقتی داره کار میکنه، یعنی در واقع با شاگردا با هنرجوها داره کار میکنه. فکر میکنم خیلی تاثیرگذاره در اون مسیر رشد هنری خود فرد، درسته؟ این اصلا منکرش نمیشم، بسیار تاثیرگذاره، ولی بستگی به شخصیت خود معلمم داره. من یادم میاد که هیچ وقت اون سیلابس درسی رو، هرچند خود من به عنوان رئیس کمیته در واقع تدوین سرفصل‌های درسی سالها تو ایران خدمت کردم، ولی هیچ وقت به این سیلابس درسی و این سرفصل‌ها خودم معتقد نبودم. همیشه بلبداهه رفتم سر کلاس، البته بدون تره درس هیچ سالی نرفتم. از ابتدا برای دانشجو مشخص کردم که از الان تا هفته 16 دانشگاه ما چه پله ها و چه قدم هایی رو باید برداریم و چه کارهایی باید انجام بدیم، تکلیف مشخص بود. ولی همیشه سعی کردم که ترم بعدیم با ترم قبلی متفاوت باشه، روش تدریسم رو عوض کردم. ضمن این که همیشه دنبال نوآوری بودم، یعنی معتقدم به این که اگر بخوایم یه درسی رو دائما، خب سالها من حجم سازی رو گفتم، سالها گرافیک محیطی رو گفتم و خیلی دروس دیگر رو، ولی اگر میخواستم تکرار بکنم همون مطالب ترم گذشته رو 100% خسته کننده میشد. با این دیدگاه در واقع سعی میکنم دانشجو رو سوقش بدم به سمت آثار هنری جدید و خودم متأثر از همین بودم، یعنی روی خود من شخصا خیلی تأثیر گذاشت و این اتفاق خوبی بود. یعنی حتی من به شما میگم شاید متجاوز بر 200 پایان نامه دانشجویی رو من راهنمایی کردم و اگر مثلا 10 تاشون تصویر سازی بوده هیچ کدوم شبیه به هم نبودن.
به این خاطر سعی کردم توی روحیه خودم، خب این وجود داشت، این خیلی کمک کرد که خود منم در واقع راه خودم رو بهتر پیدا بکنم. حالا میخوام اشاره کنیم به نمایشگاه ها. خب شما خیلی فعالیت داشتید و نمایشگاه متعددی برگزار شده که شما تو شرکت داشتید، هم انفرادی هم گروهی. یه اشاره کنیم اول به نمایشگاه خارج از ایران که از پاریس صحبت کردیم، خوبه که الان بینندگانمون از اون قسمت بگیم. ببینید، صحبتی که با شما داشتم در خصوص پروژه عکاسی معماری که در ایران عکاسی کردم و در پاریس هم منجر به اون عکاسی ها شد، نتیجهش اون جرقه بود که توی ذهن من زد که اینا با هم دیگه عناصرشون بسیار به هم نزدیک هستن، مشترک هستن این عناصر معماری، و اومدم این عکس ها رو با هم دیگه تلفیق کردم، نه اینکه فتوشاپ بکنم به هم دیگه اینا رو وصل بکنم، به نوعی اینا رو اتصال بدم به صورت غیر واقعی، نه، عکس ها کنار هم کاملا چیده می شد و منجر به این شد که تقریبا 18 تصویر مشابه هم دیگه عناصر معماری کنار هم نشستن. نهایتا وقتی از سفارت فرانسه گرفتم بخش فرهنگی که این کارا رو نشون بدم، حالا اونم باز جزء ابتکارات من بود، همیشه یه چیزای جرقه‌ای تو ذهنم میزنه که خیلی وقتا شاید از 10 تا یه دونش میگیره. اون روز رفتم کارا رو ببرم، وقت گرفتم کارا رو نشون بدم، ولی متاسفانه فرصت نبود، ظاهرا کاردار بخش فرهنگی جلسه‌ای داشتن. من خب خیلی ناراحت برگشتم، گفتم خب اینا هم که خیلی شبیه ما ایرانیان یعنی اگر قراری بذارن به راحتی کنسل میکنم. ولی بعد از برگشتم با آتلیه بلا فاصله تماس با من گرفته شد، عذرخواهی شد و متعاقب این کاردار فرهنگی پیشنهاد کردن که خودشون به آتلیه شخصی من بیان و این اتفاق افتاد. ایشون اومدن اون روز پذیراشون بودیم و کارا رو دیدن، در جا بورس در واقع فرهنگی به من دادن از طرف سفارت و اون منجر شد به این که نمایشگاهی در پاریس من داشته باشم اون بورسیه و خیلی خوب بود، بازتابش خیلی خوب بود، یعنی استقبال زیادی شد. و البته عضویت در یک بخشی در به این هم اشاره کنیم که عضویتی داشتیم در ببینید من در واقع طی دو بار اقامتم در سیته دزاخت پاریس عضویت یا عضویت این در واقع شهرک بین المللی هنرمندان در اومدم و هر زمانی که با توجه به سابقه‌ای که دارم تقاضا بدم مشکلی ندارم، میتونم اونجا حضور داشته باشم به عنوان هنرمند. و ضمن اینکه توی خود فضای در واقع سیته نمایشگاه‌هایی هم معمولا شکل میگیره هر ماه به اسم اوپن استودیو که هر هنرمندی در استودیوشو باز میکنه و میتونن هنرمندهای سایر کشورها بیان از آثارشون دیدن کنن که خیلی استقبال شایانی شده از کاری که من انجام داده بودم. خیلی هم عالی. میریم به سمت مجسمه، به سمت حجم و مجسم و البته طراحی جواهرات، یعنی شما فعالیت تو این بخش هم دارید. انقدر این رزومه پرباره، من اصلا نمیدونم از کدوم بسپارم. نه واقعا همینطوریه. و اینکه گرافیک و نقاشی و در واقع طراحی و بعد مجسمه سازی، چی شد که به سمت مجسمه رفتین؟ یعنی در واقع طراحی حجم و مجسمه اتفاق افتاد؟ ببینید، به هر حال عرض کردم من شاگرد مرحوم استاد فیاض بودم، یه ترم حجم سازی رو با ایشون تو دانشگاه هنر سال 66 گذروندم و بعدش رها شد. خیلی علاقمند بودم، هنوز تصاویری از کارام هست که معمولا بعضی وقتا بهش رجوع میکنم، کلی خاطره برام زنده میشه. ولی نهایتا میتونم به شما بگم که این استارت تقریبا 10-15 سال پیش خورد و اتفاقا نه توی آتلیه حرفه‌ای خودم، توی فضاهایی که نشسته بودم بیکار بودم، خمیری چیزی میگرفتم شروع میکردم کار کردن. بیشتر آثاری که در واقع خلق کردم تو این زمان که اتفاقا با خمیر روسی کار میکردم، چون این خمیر قابلیت اینو داره که میسازین دوباره میتونین به همش بزنین مجددا بسازین، ده ها بار میشه تکرار. شاید به نوعی بتونم بگم مشوق من خانواده بودن، خانومم بود و خواهرم بود، دوستانی که اطراف بودن کارا رو که میدیدن و به من توصیه میکردن چرا این کارا رو به این خوبی رو شما خراب میکنی، یعنی این همه زحمت میکشی میسازی. خب به زعم خودم مشق میکردم و قطعا لازم بود این اتفاق بیفته، ولی نهایتا
تعدادی از مجسمه‌هایی که کار کردم و ریسک کردم خیلی و خیلی به سختی قالب‌گیری رو شروع کردم. شاید بتونم به جرئت بگم که چون من قالب‌گیری رو نگذرونده بودم با انواع سیلیکون اینا به صورت خودآموخته شروع کردم، ولی منجر به این شد که قالب و پس قالب رو یاد بگیرم، از مجسمه هم نمونه هایی داشته باشم و نهایتا به توصیه دوستان اینا رو تبدیل به متریال اصلی بکنم که با توجه روحیه مینیمالی هم که دارم و همیشه عاشق سادگی زیاد هستم و از شلوغی به شدت بیزار هستم، سعی کردم متریالم رو برنز بگیرم و برنزی که خودتون دیدین بسیار براق مثل آینه میمونه و خودتون میتونید توش در واقع ببینید. دقیقاً. و اینکه من میخوام یه اشاره کنم به نوع فضای کاری شما توی مجسمه و بعد اشاره میکنیم به اون دو کالکشنی که کالکشن اساطیر و عجایب مخلوقات. ولی قبلش میخوام راجع به این صحبت بکنم که یه فضای ثابتی در واقع تو کارهای حجم در واقع کار مجسمه شما وجود داره که به نوعی انگار یک قالب ثابتی مثل یک قالب دایره، مثل یک قالب در واقع یک کره‌ای وجود داره، در واقع حالا دایره که بودش سه‌بعدی نیست، یک کره‌ای وجود داره که انگار از تو دل این اون اتفاق میفته و یک در واقع یک چیزی خلق میشه، اون موضوع خلق میشه. چیزی که من در آثار مجسمه دیدم برام تداعی کننده در واقع همینی بود که الان روایت کردم. میخوام ببینم که اگر اینطوریه این از کجا در واقع میاد، این ایده از کجا میاد و شما چه چیزی رو در واقع میخواین با این بهش اشاره بکنید؟ بله، من از اینجا شروع میکنم. یکی از دوستان خیلی خوب من، هنرمند معروفی هم از منو نقد کرد، یه روز با هم نشسته بودیم، گفت حمید من تو رو نقد میکنم. گفتم که موافقم بگین، و ایشون به من گفتش که تو خیلی پر انرژی هستی، خیلی اکتیو هستی، خیلی فعال هستی و آروم و قرار نداری، و واقعا این توی روحیه و وجود من هست. اینا تو آثار مجسمت هم دیده میشه، این حرکت در آثار مجسمت هست. ببینید، شما وقتی با تلفن صحبت میکنین یا دارین کاری انجام میدین، اگه یه خودکار و کاغذ دستون بشه، معمولا روی کاغذ شروع میکنه خط خطی کردن. خط خطی رو اسکیس های اولیه من شد. من معمولا اگه خودکار دستم باشه که همچنان الان هم هست، روی کاغذ وقتی شروع میکنم کار کردن، اولین چیزایی که میکشم دایره است، بیزیه، و سعی میکنم این حرکت ها رو آروم آروم تبدیل کنم به یه سری خط و خطوطی که ربط داشته باشه به اون چیزی که میخوام بسازم و توی ذهنم هست. واقعیت با همین سیستم مجسمه ها رو استارت میزنم. وقتی میسازم اتفاقا از متریالی معمولا استفاده میکنم که قابلیت تغییر داشته باشه به مرور زمان، سفت نشه، خشک نشه. چون ما خمیرهایی که کار میکنیم دو مدل هستن، خمیری هستش که بعدا سخت میشه دیگه، قابل تغییر نیست، خمیرهایی هم هست مثل خمیر روسی که قابلیت اینو داره که اگر مثلا دو هفته، سه هفته، یه سال هم شما بذاری، بعد میتونی بری باز تغییر بدی. توی مدلینگ مجسمه که من انجام میدم، معمولا این کار انجام میدم، مدلمو میسازم، میذارم یا ازش عکاسی میکنم. این یه روشی که خود من کشف کردم، با عکاسی کردن از مجسمه میتونه عیب و ایراد مجسمه رو به راحتی ببینه، چون شما اونجا دیگه تک بودی میبینه، سه بودی نمیبینه. و یه روشم اینه که در واقع میذارم میرم، یه دو روز بعد، یه روز بعد میام تو آتلیه نگاه میکنم، و بعضی وقتا منجر به این میشه کلن به همش میذارم، تغییر میدم، یا اینکه حالتشو تغییر میدم بر اساس همون فرمایی که توی دستام هست، اون حرکتی که انرژی که توی دستم هست. و همیشه هم معتقدم که مجسمه یک سویه نباید باشه، یعنی در واقع وقتی کار میکنم سعی میکنم تعاملی باشه، یعنی مخاطب من وقتی میاد اگر مجسمه رو تو دست میگیره بتونه خودش حتی براش یه زاویه دی تعیین بکنه، از اون زاویه در واقع اینو بتونه پشت و رو در واقع نداره، یه از بله. هر طرفی قابل بله. قابل دیدن بله. و زنی که به هر حال این مینیمال بودن و جزء دیگه اون ریشه کار من هست که بله. هم امضای شما در آثارتون دقیقاً بله، سعی کردم اینطوری باشه. بله، خیلی جالبه. حالا صحبت میکنیم از بریم به سراغ دو تا کالکشن عجایب مخلوقات و اساطیر. من البته قصه به وجود اومدنشون رو میدونم، ولی شما از زبان خودتون برای بینندگان ما تعریف کنید از عجایب مخلوقات. بله، خواهش میکنم، افتخاری برای بنده. ببینید، من اول مجموعه به اسم هویت رقم خورد. ما توی جامعه زندگی میکنیم که
بیشتر ماها آدمایی هستیم که هویت اصلیمون رو فراموش کردیم. اینو اصلا نباید نادیده بگیریم، یه واقعیت. یا در برزخی زندگی میکنیم از لحاظ اخلاقی، روحی، رفتاری، که این باید خط و ربط پیدا کنه، شکل پیدا بکنه. هنر میتونه شخصیت آدم ها رو بست بده، میتونه در واقع توی نقطه ما رو نگه داره و از اون مرزهایی که در فرهنگ ها در واقع نهفته، ما به هر حال ایرانی هستیم، میتونه ما رو متمرکز کنه و نگه داره. من تو مجموعه اولیم اشاره به هویت داره. هویت اگر میومدم مثلا اشاره مستقیم میکردم، خب خودش اصلا ضد تبلیغ میشه. معمولا میگیم ما گرافیستا، اصلا چون گرافیست هستم، میگیم از با زبان بی زبانی یا با یه زبان دیگه ای ما بیام تبلیغ بکنیم، یعنی اصلا اشاره مستقیم به سوژه نکنیم. بنابراین اینجا اومدم من با توجه به ذهنیتی که از کودک درون داشتم در روانشناسی، که خیلی معتقدم میگن ما همه یه کودک درون داریم، فکر کردم ما میزان علاقمون هر کدوم از این ماها به حیوانات بسیار زیاده، یعنی هر کدوم یه حیوان خانگی معمولا داریم، و این اتفاق در واقع برای من استارت خورد. من حیوانی که خودم خیلی بهش علاقمند بودم کرگدن بود، به خاطر اینکه کرگدن علاوه خیلی قدرت زیادی که در وجود این حیوان وجود داره، ولی مثل فیلا خانوادگی زندگی نمیکنه، به صورت انفرادی زندگی میکنه. این حیوان علاقمند بودم، خیلی دوست داشتم، به خصوص که نسلش رو به انقراضه، و خرس قطبی هم به همین ترتیب. این دوتا حیوان رو من در واقع دستمایه خودم قرار دادم و به عنوان حیوان درون خودم. خب به هر حال اینا رو نمیشه نگه داشت توی خونه یا بهش ما نزدیک بشیم، به هر حال تو فضایی که هستیم یا تو منطقه جغرافیایی که هستیم، ولی نمیشه که ازش فاصله بگیره. وقتی علاقمند هست این کارو میکنه. من نهایتا این دوتا رو دستمایه قرار دادم به عنوان حیوان درون خودم و عنوان نمایشگاه رو گذاشتم هویت. بدون استثنا دو شب ایونتی که من برگزار کردم که بسیار مورد استقبال واقع شد، خیلی از جامعه هنری اومدن کارا رو دیدن. کجا برگزار شد جناب رنگ؟ این در گالری آقای عتیقی خیابان اندرزگو اونجا برگزار شد و دو شب ایونت. چون اصلا علاقه ای ندارم که خیلی پرگویی بکنم و نمایشگاه هایی که معمولا یه هفته ده روز هست من اصلا علاقه ندارم، معمولا یه شب یا دو شب میگم اگه بخواد حرفی بزنم اون نمایشگاه و بخواد مخاطبش رو جذب کنه معمولا این کارم. استقبال زیادی شد. بعد میخوام بگم که این همزاد پنداری، این در واقع چیزی که در درون من بود، کاملا به تمام اون دوستان هنرمند یا مخاطبین غیر از هنر، غیر هنرمند که توی نمایشگاه شرکت کردم منتقل شد به راحتی. و من دفترچه یادداشتی داشتم که توی اون انشالله حالا اگه فرصت شد بعضی از نمونهاشو براتون میذارم، کاملا احساس درونی من تو اون تو نوشته شده بود و همه تونسته بودن ارتباط خوبی برقرار کنه. این خیلی جالب بود به خاطر اینکه من توی آتلیه هم نشستم برای خودم تو خلوتم کار میکنم، ولی به نیت اینکه بتونم ارتباط برقرار کنم با مخاطب، و این اتفاق افتاد. نکته خیلی قابل جالب بود. بله. بخش دوم صحبت شما، اومدم سراغ ادبیات داستانی ایرانی. خیلی علاقمند بودم که کارهایی انجام بدم که یه مقدار با روحیه ایرانی بیشتر از این هست، و مجموعه عجایب مخلوقات رو استارت زدم و مجموعه خوبی شد، مورد استقبال واقع شد، خیلی از کارها فروش رفته در حراج ها و میتونم بگم خیلی موفق بود. بله بله. و یه کالکشنی هم بود به نام اساطیر، درسته؟ بله دقیقاً. بله بله بله. اون بخش اساطیر در واقع میتونم بگم کاراکترهای شاهنامه ایران هست. شاهنامه ایران. بله درست. قدم زیبا بودن. و اینکه اگر بخواید از تمام این فعالیت‌هایی که انجام دادین و تو بخش‌های مختلف، گرافیک پایه تقریبا میتونیم بگیم تو هنرهای تجسمی خیلی پایه است و خب خیلی شاخه‌های مختلفی داره و کسایی که نهایت خیلی اتفاق میفته که به سراغ یک شاخه تخصصی میرن و بیشتر روی اون تمرکز میکنن. و شما همونطور که شما هم فعالیت مختلف داشتین، اگر بخواید بین تمام اینها بخواید بگین که یه انتخاب ویژه دارید بینشون، تمام این فعالیتی که کردین کدوم رو در نظر میگیرید؟
ببینید زمینه فعالیت من، حالا شما اشاره به جواهرسازی هم کردین، حالا این اتفاق ناخواسته اتفاق افتاد به خاطر اینکه این رشته رو در وزارت علوم میخواستن افتتاح بکنن، از من دعوت کردن چون ارتباطی داشتم با بچه های جواهرساز و من قبول کردم مدیریت گروه و رشته رو راه انداختیم در دانشگاه فنی حرفه‌ای، دانشجو گرفتیم، خودم هم مبتلا شدم، شروع کردم به در واقع کار کردن. از اونجا که خیلی علاقمند بودم درس خلاقیت در طراحی طلا جواهر رو سیلابس چه نوشتم تعریف کردم که اتفاقا تا همین ترم گذاشتم در دانشگاه یزدم همین درس رو تدریس میکردم. این راجب اون بخش که حالا نمونه هایی هم که انجام دادم، یکی دو تا از مسابقات جهانی شرکت دادم در سنگاپور و تایلند که منجر به تقدیر هم شد. نمونه کارهای من در واقع کاملا ایرانی هستن. بازم اون علاقه من به معماری ایرانی باعث شد که جرقه این کار بزنه و از در واقع عناصر معماری قاجاری لوسترهاشون، پنجرهاشون استفاده کردم و یه سری جواهرها طراحی کردم و حتما اگر لازم بود نمونه ها رو برای شما ارسال میکنم ببینید و مورد استقبال باشید. ولی در ارتباط با سوال شما، من معتقدم که وقتی وارد در واقع فضای دانشگاهی میشیم، به دانشجوی خودم من همیشه یاد میدم که آزاداندیش باشه، به دانشجوی خودم یاد میدم که شما اومدیم وارد رشته گرافیک شدیم، ادبیات هنرهای تجسمی رو در گرافیک یاد بگیرین که میشه همون مبانی هنرهای تجسمی. ببین هر چیزی یه ریشه یه پایه‌ای داره، یه ریاضیاتی داره، مثل این میمونه که شما بخواید وارد در واقع علم ریاضیات بشین باید حتما جدول ضرب و بلد باشیم، باید 1 2 3 4 رو بلد باشیم، جمع و تفریق رو بلد باشیم. این بچه ها باید حتما در هر رشته، اینا مشترکه در هنرهای تجسمی، شاید هم اینی که من در شاخه های مختلف کار کردم این وابستگی به اون ریاضیات بوده. حتی در موسیقی هم وجود داره، ما ریتم داریم، هارمونی داریم، در اینجا در هنرهای تجسمی هم داریم. این کمک کرد که به بچه‌ها یاد بدم اول مبانی رو یاد بگیریم و بر اساس اون مبانی اگر میخواییم پوستری خلق بکنی، اگر میخواییم کاتالوگی کار بکنی، اگر میخواییم نشانهی طراحی بکنی، بر اساس اون دیگه کار دیگه خیلی ساده میشه. یعنی ریاضیات وقتی یاد میگیریم بقیهش دیگه حل. بنابراین در مجسمه سازی این خیلی به من کمک کرد، پایه در واقع گرافیکی که داشتم و همین عرضی که داشتم در ارتباط با مجسمه‌های مینیمال و مجسمه‌های تعاملی، من از زوایای مختلف وقتی نگاهش میکنم کاملا خودم رو در قالب خیلی از بزرگانی میبینم که توی زمینه هنر شروع کردم فعالیت کردم و چه بسا خیلی موفق بودم. من که حالا به هر حال به عنوان یه عضو کوچیک از این جامعه هستم، ولی واقعیت میگم که ذهنیت من رو خیلی تغییر داد این نگاه در واقع ریاضی گونه و این نگاه در واقع پایه‌ای به هنر. و قطعا به دانشجوها میگم شما اگر گرافیست گرافیک قبول شدین، رشتهتون گرافیکه، 100% در این رشته فارغ التحصیل میشین، شک نکنین. کمتر اتفاق میفته دانشجوی کلا رها کنه بره رد بشه، مثلا انقدر مشروط بشه که دیگه نتونه ادامه بده کنه، ولی در کنارش بیاین اون هنری که علاقمندین بهش، اون هنری که در ذات خودتون دنبالش میگردین، ممکنه حتی خیاطی باشه، ممکنه نمیدونم گلدوزی باشه، ممکنه نمیدونم مجسمه باشه، عکاسی باشه، برید سراغ اون. شما روتین دارین گرافیک رو یاد میگیریم، پس بنابراین بیاین برین و سینما رو یاد بگیریم، بیاین برین و تئاتر رو یاد بگیریم، بیاین برین به یه سازی علاقمند بشین. این همیشه جزء توصیه های من به دانشجوها. و دنیای شما دنیای حجمه، درسته؟ بله دقیقاً. من واقعیت اینه که از سطح خیلی خوشم نمیاد، همیشه علاقمندم که حجم باشه کار، یعنی دنیای بود داشته باشه و قابل لمس باشه. طول تقریبا 20 سال فعالیتم تو زمینه گرافیک که شرکت عرض کردم، شرکت بزرگی هم داشتم، خیلی کار کردم، هیچ کدوم از اینا واقعا به عنوان رزومه خودم معرفی نمی کنم به خاطر اینکه سفارشی بوده. گرافیک سفارشی، گرافیک ولی دستمایه اصلی هنر من شد و اون بخش در واقع ریاضیات گرافیک منجر شد به در واقع بخش حجم سازی و مجسمه. بسیار عالی جناب رحیمی، ممنون از این که
دعوت برنامه پرژن اوارز رو پذیرفتین، ما رو همراهی کردین. اگر نکته ای رو من یادآور نشدم و فراموش کردم میتونیم از زبان شما بشنویم در آخر. خواهش میکنم. من همیشه معتقدم که از در طول زمانی اتفاق افتاده، مکاتب مختلف هنری داشتیم. به دانشجوها همیشه میگم که ما دیگران کاشتن ما خوردیم، ما باید بکاریم واقعا نسل بعدی ما در واقع استفاده بکنه، ولی این اتفاق نمیفته. ما هویت خودمون رو فراموش کردیم متاسفانه و آثاری خلق میکنیم که الان شاهدش هستیم. بیشتر آثار متاسفانه کپی هستن، بیشتر آثار به نیت درآمدزایی در واقع خلق میشن، نه از اون ذات هنرمند که بتونه خودش رو در واقع تو این زمینه ارضا بکنه. بنابراین معتقدم که باید یه جایی هنرمند خودش رو نشون بده. اون مثال یا اون شعری که هنرمند هر جا نشیند در صدر نشیند، هنرمند همیشه پیشرو بوده در جامعه، هنرمند میتونسته خط فکری بده به جامعه. همچنان که شما دقت بکنین در سطح دنیا یک کاریکاتور کشیده میشه، تمام دنیا رو به هم میریزه و عکس العمل زیادی بین مخاطبین در واقع اون ایجاد میکنه. من معتقدم که ما باید یه کاری انجام بدیم که بتونیم جامعه رو در واقع یه مقدار هدایتش بکنیم به سمت اون هویته که بیشتر مد نظر خود من هست به عنوان در واقع کسی که تو زمینه هنری فعالیت میکنه. اما واقعیت اینه که چقدر موفق بودیم یا خود من چقدر موفق بودم، این بستگی به در واقع ارزش گذاری و دید منتقدین و هنرمندان داره. بسیار ممنون از فرمایشات خوبتون. دوستان عزیز، به همراه مهمان عزیزمون جناب رحیمی از همه شما عزیزان خدافظی میکنم. خدا نگهدار.